آقای بسات، خواستم موضوعی که امروز موضوع داغ روز هست در رابطه با افشای اسنادی که توسط بی بی سی انجام گرفته که آقای خمینی قبل از انقلاب با آمریکایی‌ها در ارتباط بوده است. و همانطوری که می‌دونیم آقای خامنه‌ای در صحبت‌های اخیرش گفت که اینها جعل است. خواستم از زبان شما و موضع شما نسبت به این اسناد را بدونم. اون که برای آقای کارتره که جدید نیست، برای اینکه اون رو آقای گاریسیک محتواش انتشار داده بود در کتابش و من هم در کتاب سیاست امریکا در ایران پیش و دوران انقلاب رو آوردم، همون متنو همون زمان. بعدم خود سند در آمد، از اون چیز تازه نیست. بعدم آقای یزدی تفسیرشو در خاطراتش انتشار داد. اما این یکی آقای کندی تازه است، یعنی اطلاع قبلی از او نبود. خب سند چه میگوید؟ سند میگوید که در آبان ماه بعد از اینکه آقای خمینی از زندان، یعنی اون توقیفگاهش، رها میشه و میره خونه آقای روغنی، در اونجا توسط حاج میرزا خلیل کمره‌ای به کندی پیام میدهد که منافع امریکا رو میپذیریم در ایران. البته حالا امریکا چه منافع حق داره منافع داشته باشه در ایران بماند، میپذیریم و این حضور امریکا رو برای مقابله با خطر روسیه هم این رو هم میپذیریم مقبول. خب حالا ایشون از زندان رفته خونه مرحوم روغنی و این چه معنی داشته که ابتکار کنه همچه پیامی رو به آقای کندی بفرسته؟ دیدم که بعضی از این مثلا منتظر فرصت ها گفتن که این از همون وقت نقشه داشته و میخواسته امریکا رو با خودش موافقت کنه و برای اجرای نقشش. اینطور نیست. اون وقت ایشون وسیله کار علی امینی بوده. آقای حاج میرزا خلیل کمره‌ای امام جماعت مسجد فخرالدوله بود، مسجدی بود که مادر دکتر امینی ساخته بود و اینم چون به این علاقه داشت اینم کرده بود امام جماعت اونجا. اون آدم با خانواده امینی خیلی نزدیکی داشت. امینی را هم آقای کندی به شاه تحمیل کرد به عنوان نخست وزیر. مدتی هم نخست وزیر موند، منتها زیر فشار شاه نتونست مقاومت دوام بیاره، مقاومت کنه، استعفا داد. بعد علم جاشه گرفت و 15 خرداد، جنبش 15 خرداد شد و عرض کنم آقای خمینی دستگیر شد و بنابراین هنوز آقای امینی امیدوار بود که کندی دوباره شاه رو ناگزیر کنه، او رو به نخست وزیری برگردونه. پس لازم بود که به امریکایی‌ها وانمود کنه، یعنی نشون بده که این در جامعه مثلا تکیگاهی دارد که شاه او رو ندارد. بنابراین از لحاظ آقای علی امینی بسیار با اهمیت بود اینکه آقای خمینی همچه پیامی بدهد. بلا اون همه آقای خمینی میشناسن، او کسی نیست که ابتکار بکنه، همیشه واکنش بود تمام طول عمرش. باید از او خواسته شده باشه و او قبول کرده باشه و همچه پیامی داده باشه. خب حالا آقای خامنه‌ای گفته که هیچ ربطش هم نفهمیدیم به هم بین زدن هواپیمای ایران ایر بر فراز خلیج فارس. میگه امریکایی که میتوانه اون کاره بکنه آیا نمیتوانه سند جعل کنه؟ ربطش به هم چیه؟ این سند در 2005-2008 در معرض مطالعه قرار گرفته، بیرون آمده و از حالت سری منطقه کسی بهش توجه نکرده. حالا اینا بی بی سی چیا رفتن اون رو پیدا کردن و آوردن و ترک کردن. اون از زمان خوبی هم انتخاب کردن چون مراسم گرفتن برای سالروز مرگ آقای خمینی. خب راست میگه آقای خمینی؟ نه، دروغ آشکار میگه. چرا؟ اولا خود توضیحاتی که من دادم میگه که چرا این پیام
اهمیتش چه بوده و این که آقای خمینی چرا این همچه پیامی داده. ثانی به این که خب قبل از انقلاب، چند ماه قبل از انقلاب، این همین پیام رو آقای امینی دوباره از طریق اونهایی که تقدم آزادی و استقلال قائل بودن به آقای خمینی داده بود در نجف، که شما به امریکایی ها تعرض نکنید و اونها اطمینان بدهید که منافع اونها محفوظه، اونها به اصطلاح شاه رو موافق می شوند با تحول در ایران و به اصطلاح این جلو استبداد شاه رو می گیرن. و البته اون وقتم بعد از اون کودتا در افغانستان بود و امریکایی هم نگران بودن که همچه کودتایی هم تو ایران رخ بده. خب حالا این بنابراین این وقتی تکرار شده دوباره مسئله است دیگه. آقای خمینی کی متوجه شد که هرچه ما بدبختی داریم از امریکا هست؟ بعد از اینکه حاکم شد چطور شد در نجف یک کلمه راجع به این که این امریکا شیطان بزرگ است و هرچه مصیبت داریم از امریکا هست نگفت؟ حتی در اینجا نفل و شاتو در تأکید بر این که میباید موضع صریح در مورد استقلال گرفته بشود و بعد نسبت به امریکا باید موضع دقیق و صریح داشته باشه انقلاب، و ما اون سوالها رو که خبرنگارا می کردن جوابها رو با این توجه تهیه می کردیم، مشکل داشتیم با این که ایشون موضع صریح بگیره. حالا دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم که تازه باید یه طورم مواظب میشدیم اون چی که او میگفت در نوار از نوار اون قسمت پاک نشه وقتی انتشار پیدا میکرد. خب حالا بگیریم که این پیام ده به نجف، بعد رفتار ایشون تا برسیم به ایران، بعد گروگانگیری که طرحی بوده حزب جمهوری خواه امریکا تهیه کرده بود در ایران اجرا شد به عنوان انقلاب دوم. یادآور می شوم که اون کودتا بر ضد مرین صدر آقای خمینی گفت انقلاب سوم بزرگتر از اون دوتای اول، دقیقا به لحاظ این که خط وابستگی که ما بهش می گفتیم خط سیجیا، ایشون اون خط انتخاب کرده بود. به این جهت با کسی که نمایندگی می کرد منتخب مردم ایران بود، نخستین منتخب تاریخ ایران بود و نمایندگی می کرد از جنبش های ایرانی که همه بر دو اصل استقلال و آزادی انجام گرفته بودند، این کودتا بر ضد او رو می گفت که انقلابی بزرگتر از دو انقلاب اول دوم. خب حالا چرا ایشون چه معنی داشت؟ حالا اون که مال امینی رو که توضیح دادم، اون پیامی هم که حالا بگه آقای خامنه ای گفت دروغو میگه کم حافظه می شود، این پیام آقای کارتر رو چه می فرمایید؟ اینه که دیگه عیناً همون محتوا رو داره. عیناً در این پیام هم آقای خمینی با آقای کارتر میگوید ما اگر بیایم از بختیار برای شما بهتریم. واقعیت اون پیام اینه، نفت جریان ادامه میده، منافع شما محفوظه، خواهید دید که ما برای شما بهتریم. اینم دروغ بود؟ همش یه محتوا داره. خب شما آقای خامنه ای، اون کسی که رفت در واشنگتن پیشنهاد کرد به ستاد انتخابات ریگان که ما گروگانگی ها رو آزاد نمی کنیم تا کارتر شکست بخورد ریگان پیروز بشود، از بستگان سرکار عالی بود. چنان که این آدمی که حمید نقاشان که از نزدیکان شماست در قالب چیزهای فسادهایی که میکنی ایشون هم شرکت میدی، این در از کسانی بود که در گفتگو بر سر گروگانها در فرانسه در پاریس شرکت داشته، این هم از نزدیکان شما بود. شما خودت هم رفتی تبریز با اون سرهنگ امریکایی صحبت کردی که اگر ما شما رو رها کنیم ما به امریکا با چه رفتاری میکنه، و سرکار نگران خودت هستی که نکنه که بگن که اونی که اینجور بود اینم که جانشین او ایزن همون خطه میره. البته یه دلیل هم هست که اینه که این چیزا حالا انتشار پیدا میکنه، یه مقدارش برای این است که
زمینه را هم آرام آرام آماده کنن برای اینکه دیگه حالا چون اون محور کردن سیاست امریکا در ایران این دیگه خیلی برد ندارد، یعنی خیلی کم شده بردش، به لحاظی که جامعه کاملا متوجه شده که این دستاویزه، اینا در ظاهر ستیزه، در باطن سازشه. یکی دوتا و سه دهتا و ستا که نیست سند که تو بگی که اون سند جعل شده، مال امریکایی ها جعل شده، مال انگلیس ها چی؟ اونم جعل شده. روسا چی؟ اونم جعل شده. فرانسوی ها چی؟ محاکمه ها چی؟ همه اینا جعل بود. جعل واقعی سرکار هستی که دروغ رو واجب کردید آقای خمینی هم قبل شما. چه می شود، چه سبب می شود که یک مرجع تقلیدی مثل آقای خمینی، حالا این آقا که روزخان هست از سواد ندارد، او برود و تو این خط ربط ها، البته این دقیق بکنم، آقای خمینی نوکر امریکا نبود. فرق است بین نوکر و دست نشانده و معامله گر. ایشون معامله گر بود، اما خب معامله چرا میکرد؟ برای این میکرد که به قدرت به عنوان هدف دلبستگی داشت. زمانی هم خودش اصلا نماد قدرت تصور میکرد و دم از ولایت مطلقه فقیه زد. تمام کسانی که به قدرت تقدم میدهند و اینها به استقلال ناگزیرند، این استقلال رو درز بگیرند. شما نگاه کنید در این دنیا، در اصلا انسان بدون استقلال آزادی ندارد. انسانه که مستقل نیست آزادم نیست. خودانگیختگی یعنی استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم. حالا یک کسی گفت استقلال بیمعنیه، این معلومه که قدرت دلش میخواد، به قدرت دلبستگی داره. وقتی دلبستگی داشتی به قدرت، اون وقت باید بری دنبال اسباب قدرت. خب از اسباب قدرت چیه؟ یکیش مهمترینش اون قدرتیست که بر ایران در دوران شاه تسلطه داشته، یعنی ایالات متحده امریکا و انگلیس. مراجعه به امریکا دلیلش قدرت طلبیه. سازش پنهانی بر سر گروگان ها چی دلیلی داره جز این که آقای خمینی میخواست این قدرت خیش رو در ایران به اصطلاح بی‌رقیب بکند؟ چه معنی داشت گروگان گیری؟ چرا باید گروگان ها 444 روز میموندن؟ من نمیگفت که ما اینا رو نگه میداریم، قشنگ رژیم که تثبیت شد داد رهاشون میکنیم. بس بخواست قدرت میخواست. ایرانگر چرا شد؟ چرا جنگ 8 ساله؟ چطور شد آقای خمینی جواز خرید اسلحه از اسرائیل و واسطه شدن اسرائیل رو در خرید اسلحه داد؟ این همه دروغه. آقای منتظری قایم مقام بود، قربانی افشای ایرانگیج شد. این دلیلی جز قدرت طلبی نداره. مشکل آقای خمینی تنها این نیست که یک پیام مهربانه به آقای کندی داده و بعدش همون مضمون رو به آقای کارتر گفته. مشکل ایشون این است که دین رو وسیله قدرت کرد، انقلاب رو وسیله قدرتیابی کرد. در واقع به هم به دین و هم به انقلاب خیانت کرد برای قدرتیابی. جنایت ها نشد که کرد. حالا دیدم نوش تازه شده طلبکار، 4000 نفر در 3 شب کشتن رو میگه مدیریت فرمودن آقای پدر جدیشون. اگر نه ایران این امنیت نداشت. امنیت آقا شماها دارید، گرونم تازه هم ندارید. همین امروز هم اون برادر بزرگشو باز نذاشتن حرف بزنن. امنیت رو مردم ایران ندارن، نه امنیت قضایی دارن، نه امنیت اقتصادی دارن. 95% این مردم دلهوره معاش دارن، خرجشون چی تامین میشه یا نمیشه. 95% خودشو میگن. نه امنیت اجتماعی دارن، نه امنیت فرهنگی دارن، هیچ امنیتی ندارن. بله ندارن امنیت. شما دارید، البته در حدی دارید که مجیز این آقای نوزخان رو بگویید، والا بخواد زیاد کم حرف بزنید اون وقت معلوم میشه که شما هم داری امنیتی یا نداری. ببینید کار به کجا برسه که
تازه من شد به آقای خامنه‌ای وحی هم می شود. سقوط رو ببین. چون شما نمی توانید توجیه عقلانی برای شرکت در جنگ سوریه ارائه بدهید، متوسل می شوید که به این دروغ‌های کثیف، نمیگم بی‌مزه، کثیف، که خداوند وحی کرده به آقای خامنه‌ای که قشون بفرست به سوریه. خب خداوند مگر این توانایی رو نداشت که مانع از اون جنگ سوریه بشود تا به این آقا هم وحی نکند که جوانهای ایران رو بفرست اونجا کشته بشن، پولهای مردم ایران رو از مردم ایران دریغ کن اونجا خرج کن. خداوند قرار بود که به جبر مسائل رو دنیا رو حل و فصل کن بفرماین که میشد به سرکار. خب میگو این آقای مستبد، یعنی آقای اسد نباشد، یه آدمی باشه معقول، دولتی باشه حقوق مدار، زندگی مردم و سوریه رو هم با تعمیم کنه، این هم شهروند و حقوقمند باشن، با هم زندگی کنن، جنگ و ویرانی هم نباشه. حتما لازم بود که همچه جنگی بشه، اون کشور بشود ویرانه، مأمور بکند وحی بکند با آقای خامنه‌ای که نکنه شما اونجا در اون ویران کردن و نابود کردن اون کشور سهیم نباشی. برو برو شما هم سهیم باش. کار شما به اینجا رسیده، اینقدر خالی شده رژیم شما از اون اسلام ولایت مطلقه فقیه، اینقدر از عقلانیت خالی شده که حالا متوسل می شوید به این که بگید به آقا بله خداوند در قرآن فرموده به زنبور عسل هم وحی می کند، اما حق از خدا حق، جز حق صادر نمی شود. وحی هم حالا ما نمی وارد بحث وحی بشوم، اما یک در میلیون این که به آقای خامنه‌ای وحی شده باشد نیست. اگر شده خداوند اراده می فرمود به این آقا وحی کند، می گو آقا شما این ادعای دروغ رو رها کن، این همه زیان به دین وارد نکن، این همه زیان به بندگان من وارد نکن و شرم کن از این که خود رو ولی مطلق مردم ایران بدانی، رها کن برو. اگر بود وحی کنه این رو می گفت. قدرت است که طرز فکر راهنما، اندیشه راهنما رو از خود بیگانه میکنه. میبینی که تا کجا کرده، هیچی دیگه براشون نمونده. اگه مونده بود دیگه احتیاج نداشتم متوسل به این دروغای بیمزه بشم یا بگم کثیف گفتم. آقای خمینی رو هم عاجز نکرد مگر این قدرت طلبی. حالا هنوز صبر کن که باز هم از این باغ هنوز بری خواهد رسید، همچنیش که تمام شده. برای اینکه خب این پیام رو آمیرزا خلیل کمره‌ای به امریکایی داده بده، خودش رو نفر امریکا واشنگتن بده به آقای کندی، که داده به سفارت امریکا. پس درباره آقای خمینی هم اون وقت هم که این سفارت رو گرفتن گفتن یا اسنادی بوده راجع به خود آقای خمینی. کجا اینا؟ حالا در اون مقدار اسنادی که منتشر شده و من یه تماما خوندم و بررسی کردم و تجزیه تحلیل کردم و یه جدولی هم ترتیب دادم، بله آمده که آقای خمینی رو کسی که بنی صدر جز کسانیست بنابر اون اسناد که در حاضر به سازش و عمل در خط و ربط امریکا نمی شود، اما آقای خمینی رو گفته کسیست که می شود. خب شما مگه اون اسناد رو نشان ندادید؟ اونا هم دروغ بود؟ فقط این یکی دروغ بود از همه این اسناد آقای خامنه ای؟ آخه یه دروغ بگه که مرغ پخته هم خندش نگیره. بله این هنوز باید منتظر بود تا باز هم زمان شهادت بدهد و سخن نتیجه بگیریم. مردم ایران باید توجه بکنن که در قرن 20 میلادی 3 جنبش کردن. خب تو این جنبش اونایی که شناخته شده بودن بر مردم، اونا زیان و خطری برای اون جنبش ها نداشتن و تاریخ ثبت نمی کنه که اینا زیانی به جنبش رسوندن، اما اون ناشناس ها زیان رسوندن. من در خیانت به امید اشتباه های خود رو شرح کردم،
از جمله یکیش هم این است که خب ما این آقای خمینی باید شناسایی میکردیم، نکردیم. ناشناخته ببین این در میاد، میاد و بعد دم از ولایت و مطلقه فقیه میزند و این وضع اقتصاد کشور است و اون جنگ 8 سال است. هر چه نگاه بکنین کارنامه سیاه، اون جنایت ها و اون فساد ها و تنها در اون دوره آقای خمینی 100 میلیارد دلار گم شد یک قلم. حالا که گفتم جنگ 8 سالی که 1000 میلیارد هم اونجا زیان زد، یه نسل ایرانی هم قربانی شد. ناشناخته، یک آدم شناخته ولو معجزه بلد نباشه بهتر است تا ناشناخته مدعی معجزه. پیامبر شما هم اول شناخته شد به امین، به صادق. آخه من میشه اینجور؟ و این انتقاد میگم به خود منم وارده که من قبول کردم همون وقت در خیانت به امید. این رو یکی از اشتباه ها همین بود. خب برای اشتباه برای چی میگم؟ برای این میگم که تجربه بشود، تکرار نشود. آقای خمینی که اینجور بود از آب در آمد، اینا هم که او آورد بر سر کار، اونا هم بر شما مردم ایران شناخته نبودن. خوشمزه است این آقای خامنه‌ای امروز گوش کردم میگفت که ممکنه یک جوانی از من انقلابی تر باشد. من تردید ندارم که این آقا هنوز نمیداند انقلاب چیست و انقلابی کیست، چون اگر میدانست که ولایت مطلقه دم از ولایت مطلقه نمیزد، بانی این بحران اتمی و خیانت ها و جنایت ها و فساد ها نمیشد. همه اینا در این آدم شرکت داشته، هم در دوره آقای خمینی هم بعد خودش تصدی داشته. کسی بدون انقلابی کیست، انقلاب چیست، این کارا رو میکنه که این آقا میکنه. از دید او انقلابی یعنی سرکوبگر، یعنی کسی که برای قول واجنشی گفته بود آقای خمینی گفته حفظ نظام اوجب واجباته، به عنوانی که ما حافظ نظام میکنیم تقلب در انتخابات بکند، دروغ بگوید، دزدی بکند، عرض کنم خیانت در امانت بکند، به کشور خیانت بکند، هر کار دیگر هم لازم بود اگر کشورم به باد داد الا این اوجب واجبات رو حفظ بشود. این عدیده او انقلابی اینه، ولی در واقع این ضد انقلاب است، ضد ایران است، ضد اسلام است، ضد فرهنگ ایران، ضد تاریخ ایران است، به مثابه تاریخ یک ملتی که توانسته در این سرزمین حیات رو مقهور اراده خیش بگرداند. این ضد حیات است. اینکه آقای خمینی پیام داده یک معامله خواسته بکنه، خود به خود بی اهمیت نبود، اما اهمیتش درست فهمیده نمی شود اگر شما توجه نکنی که این چون قدرت رو هدف و وسیله می شناخت چنین می کرد. و کسانی که قدرت رو هدف می کنند و ناشناخته هم هستند البته خطرناکند. امیدوارم که این تجربه به کار نسل امروز بیاد. شناخته شده رو مردم ایران باهاش مشکل دم پیدا نمی کنید. البته خود ایرانیان همین کار هم میکردن ها، در مورد این مراجع تا اینا 80 سال عمر پیدا نمیکردن که دیگه به قول پدر من میگفت که تا مرجع 90 سال که شد اون وقت قبولش میکنن، چون دیگه مطمئنن کار بری مثلا ویرانگری ازش ساخته نیست. ولی خود در قلمروی سیاست، چه در انقلاب مشروطه، چه در جنبش ملی کردن نفت، چه در انقلاب 57، اینا هر سه نوبت عامل بازسازی استبداد وابسته در ایران شدند. امید که مردم ایران این بار این تجربه انقلاب رو ادامه بدن تا پیروزی و استبداد مانع رو از میان بردارن و ناشناخته ها رو نخست به امتحان، به ابتلا، به اهمیتش اینه. من خوشبختم و مفتخرم که ناشناخته هایی رو به امتحان کشوندم، از جمله همین آقای خمینی، یه آدمی که در نفل و شاطه میگفت که خمینی دنبال مردم است و مردم
مشارکت خواهند کرد در رهبری امور خیش، ولایت با جمهور مردم است. پای امتحان که آمد گفت چنان خود را با قدرت این همانی نسلا یکی دید که گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. این آزمایش ابتلا به یمن استقامت ما بود بر حق. همین کار با گروه های دیگه کردیم. بی خودی نیست که مثلث زور پرست شب و روز ناسزا میگویند. اونا برای اینکه خودشو به جایی که خودشون اصلاح کنن ناسزا میگویند چرا من وسیله شدم که اونا شناخته بشوند. من این کار کردم برای اینکه نسل امروز و نسل های آینده از این زور پرستا راحت بشوند، شاد و پیروز باشند.